خب در آغاز توجه شما را بنده گرامی به یک اطلاعی از تلویزیون سما 24 جلب میکنم که میگه قابل توجه هموطنان عزیز مقیم پکرنگ، هجکس و ویدبی و در کل تورنتوی بزرگ قرار است روز شنبه 27 جولای از ساعت 12 تا 3 بعد از ظهر تلویزیون سما محفل کوچک را زیر نام دیدار خانواده ها و جوانان برگزار نماید. در این دیدار که همراه با غذای خوشمزه می باشد، از بزرگان شهر بخصوص در بخش معارف از استادان تقاضا کرده ایم تا تجربیات خود را با خانواده و جوانان عزیز شریک بسازند تا بتوانیم به زودی حرکت مثبتی از جوانان عزیز خود را در سرتاسر تورنتوی بزرگ راه اندازی نماییم. البته از بخش جنرال کنسولی دولت افغانستان نیز تقاضا به عمل آمده تا در این برنامه شرکت کنند. در ضمن بیندایگرامی، این محفل سرآغاز است برای معرفی جوانان برتر، جوانان کوشا، جوانان ورزیده و شناخته شده که سرآغازش یک تن از ممتازترین شاگردان سال که در فراغت از صنف 12 توانست تمام تحسین نامه ها و تقدیر نامه ها را مکتب خوده از آن خود بسازه. یعنی خواهر ما تمام تحسین نامه ها را جمع کرد و بکس مکتب خود گذاشت و با مکتب خداحافظی کرد، رفت به سوی تحصیلات عالی که خود از این یک افتخار بسیار بزرگ است برای جامعه کوچک ما در تورنتو. و دختر خانم مشعل نگهت جان است که در مکتبی که استاد طارق فهیمی و استاد رحمت فهیمی تدریس میکنن درس میخواند و فارغ شد و استاد طارق فهیمی گفتن که واقعا چنین شاگرد ما تا کنون به جامعه تقدیم نکرده و با این هم افتخار. و در ضمن استاد تمیم صدیقی که در پکرنگ تدریس میکنن، اونا هم گفتن که شاگرد ممتاز امسال از صنف 12 یک تن از دختران همفان بود که با نمرات بسیار عالی از مکتب فارغ شد. ببینید که در هر گوشی ما سرمایه های بسیار خوبی برای آینده خود داریم. هر کدام از این نازنین ها سرمایه معنوی ماست، اما ما بیخبر هستیم. بیشتر ما در فکر سیاست و در فکر از این که کدام هنرمند به معرفی بگیریم یا کدام بخشدگی را به معرفی بگیریم مصروف هستیم، ولی کمتر به این توجه میکنیم که چه قسم بتانیم جامعه را با جوانانش بیشتر یک جا بسازیم و از این استعدادها استفاده معقول کنیم و این استعدادها را معرفی کنیم به دیگر جوانان ما. خب اصلا به اقتدار از جوانان ما که شاید مشکلات برایشون به وجود آمده باشه که نتانستن به تحصیلات خود ادامه بدن، که ما در برنامه های قبلی هم دلایل زیادی در این رابطه گفتیم. اما هنوز هم آرزو دارم که در جامعه خود باشن، در بین مردم خود باشن، ولی راه ها کمک به اصطلاح پرخم و پیچ شده. و روی اصل ما روز شنبه همین مسائل با خانواده های عزیز و با استادا محترم در میان میذاریم، بزرگایی را که دعوت کردیم، که ما چگونه میتونیم که جامعه را تسلیم بتیم، همین ما مردمی که در تورنتو هستیم، تسلیم کنیم خود به نسل جوان عزیز خود و رهبری از اینا را ما قبول کنیم و بگذاریم که اینا با احساس مسئولیت و با تجارب علمی که در تدریس از این مملکت آموختن جامعه خود رهبری کنن و ببرن آیست آیست جامعه را بالا ببرن. من یک مثال میتونم بیندا گرامی که هر وقت که ما تانستیم دست یک دیگه خود گرفتیم، یادتان باشه که جامعه پیشرفت میکنه. اما هر وقت که ما از هم دیگر خود فرار کردیم و دور بودیم و حتی نمیخواییم که محیط کار خود برای دیگه هموطنان خود معرفی کنیم، به این معنی است که ما خواهان ترقی و تعالی نیستیم. پس این زمینه هاست که فعلا مساعد شده، تلویزیون سما همین فعالیت ها را شروع کرده و من صمیمانه از خانواده محترم تقاضا میکنم که جوانان خود تشویق کنند که به این محور خود نزدیک کنند، داخل شوند. البته درست است که مسئول تلویزیون سما پسر من است، امید جان است، اما امید جان از خود راه و روش زندگی خود داره و ما هم
با اونا هیچ کاری نداریم، برنامه های از اونا هیچ اصلا با سیاست ربطی نداره، برنامه های از اونا فقط شخصیت سازی است، رشد استعداد است و لیدرشپ در جامعه است که خود از این گام های بسیار خوب است که اگر امایت شوند و اگر شما امایت کنین، ما یقین دارم که در کمترین مدت شاید تحولات بسیار زیاد خواهد باشیم. ما مثلا دو تا شاگرد برای شما معرفی کردیم، شاید ده ها شاگرد ممتاز داشته باشیم، ده ها وکیل مجرب داشته باشیم، ده ها کارمند بسیار توانایی که در دولت کارکنه داشته باشیم، اما بیخبر هستیم. و اینمی برخار باید ما به هم نزدیک کنیم، اینمی چهره ها رو باید ما بر هموطنان خود معرفی کنیم. تو گفتیم شاید یک تعداد نتونسته باشن که تاثیر کنن، اما وقتی که میبینن که یک جوان میه در سطح جامعه خود معرفی میشه و استقبال میشه و به حیث مثلا جوان برتر، جوان خوب، جوان شایسته جامعه خود معرفی میشه، مشخص است که بالای روح و روان از اونها هم تاثیر خود میذاره و اونها هم کوشش میکنن که اقدام به کارهای مثبت کنن و کارهایی که بتونن خود هم در جامعه معرفی کنن و جایگاه خاص خود در جامعه داشته باشه. به این شکل ما میتونیم که جوانان خود بیشتر جمع کنیم. در ضمن اگر فرزندان شما عزیزان نیست امسال با درجه عالی از مکاتب فارغ شدن یا از پانتون ها فارغ شدن، لطفا هر چیز زودتر با ما تماس بگیرید. تماس شما میتونید از طریق صفحه فیسبوک افغان ها در تورنتو پیام بذارین یا در صفحه فیسبوک سما تیوی و یا هم سما 24 تیوی ان ایجاکس پیام بذارین، با شما تماس گرفته میشن و زمینه مساعد بشه تا جوانان بیشتر کنار هم قرار بگیره. و در ضمن قابل یادآوری دارم که برنامه روز شنبه 27 جولای از طرف دوست بسیار عزیزم اشرف جان ایمانی اسپانسر شده که از لطف محبتشان سپاسمند هستم. و دوست دارین شما که در این برنامه حضور بیابید و یا در برنامه بعدی، لطفاً برای ما پیام بگذارین، بیایید با هم یک جا و همصدا زمینه را برای رشد استعدادهای جوانان عزیز خود آماده بسازیم.